او درنو لیدونکو د برخه کې ورزو د کندز امنیتی وضعیت تازه حال راخلو زمونږ همکار نصرت الله ابراهیمی را سره خبرونه کې وصل دی. ابراهیمی صاحب خر اغلاس د کندز تازه حال را سره شریک کړه چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی. کندز هم هغه ولایت دی چې په دې وروستۍ کې داسې ویل کېږي چې جګړه لا هم د ښار په څنډو کې شته. وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې حضور لري او د افغان ځواکونو ته پر ضد باندې جنګېږي. ستاسو معلومات څه دي؟ سلام به شما و بیننده های خوب آریانا نیوز، سلامت باشین. بله، وضعیت کندز هم مدت طولانی میشه که جنگ میان طالبا و نیروهای دولتی در حومه های شهر کندز ادامه داره. پس از تصرف تمام ولسوالی های کندز از سوی طالبا و همچنان بندر شیرخان، طالبا در نزدیکی های شهر کندز فاصله های نزدیک حضور دارن و همه روزه بالای نیروهای دولتی و بازگاه هایی که به خاطر کمربند شهر کندز ایجاد شده اونجا حملات گروهی انجام میتن و جنگ ها دوامدار در ولایت کندز ادامه داره و همچنان نیروهای دولتی هم در کناری از اینکه با هماهنگی خیزش های مردمی حملات طالبا را دفع میکنن، گاه گاهی عملیات های هدفمند مقطعی را در بخش های از کندز را اندازی میکنن و که در عملیات هایی را که امشب نه شب گذشته را اندازی کرده بودند، یک چند بخش استراتژیک را که طالبا در دو هفته اخیر اونجا حضور پیدا کرده بودند و تصرف کرده بودند و تصرف کردند سه روستا را و همچنان به طالبات ضربات و تلفات وارد کرده بود که در این عملیات ها به گفته نیروهای امنیتی در کندز این عملیات ها دوامدار ادامه ندارد. در صورت ضرورت مقطعی جایی که نیاز باشه و نیروهای امنیتی اونجا با چالش های جدی و حملات همه روزه طالبا شوند، این عملیات های مند و مقطعی اونجا راندازه می شود که در این عملیات ها افزون بر ای که قطعات خاصی پولیس کمن و همچنان نیروهای ویژه ارتش اونجا در این عملیات ها سهم دارن و این عملیات های هدفمند را اندازی میکنن که ما تماس های را که با ما خواهم. بله ابراهیم صاحب، دلیل چه که داشتی چه دغه جګړه د کندز خار د څنډونه پشانه تم باول کیگی؟ البته عملیات های را ما در گذشته شاهد بودیم در ولایت کندز هم که نیروهای دولتی عملیات های بزرگی را اندازی کردند. بخش های را که طالبا گرفته بودن و بخش ها آزاد شد و بخش ها را گرفتن، اما متاسفانه که با توقف عملیات ها و نیروهایی که شامل عملیات هستند، عملیات ها که توقف میتن و بساحات دیگر به خاطر پاکسازی حرکت میکنن، نیروی وجود نداره که اونجا را نگهداری بکنه و به همین دلیل عملیات هایشان مقطعی ادامه داره و هدف از این عملیات هم وارد کردن ضربه و تلفات بر طالبا است و هدف از این حملات پسگیری بخش های از دست رفتن است، چون ظرفیت و نیرو نگهداری. درنو لیدونکو د زموږ همکار نصرت الله ابراهیمی چې تاسو ته د کندز امنیتي وضعیت په تړاو باندې معلومات شریکو. ابراهیمی صاحب، پوښتنه بله دا مطرح کیږي چې کله چې جګړې لا هم شته دی په هلته په کندز کې او بیا دا جګړې د ښار تر څنډو را رسېدلې دي، ولسوالۍ خو لا په خپل ځای باندې پرېږده، حتما نو د خلکو هغه ورځنۍ چاره بیا هم ټکنۍ کړې، د ستونزو سره به خلک لاس او ګرېوانې. بله، چون در حال که مردم کندز از سال 2012 که برای اولین بار کندز سقوط کرد، از 2012 تا هنوز طالبا در اطراف شهر کندز حضور گسترده دارند، با او پیمانه ای که نیروهای امنیتی عملیات های بزرگ را اندازی کرده باشند که بتانند که او بخش ها را آزاد بکنند نبوده،
طالبا تقریبا نزدیک 10 سال میشه که در اطراف شهر کندوز حضور دارن، اما فعلا فاصله های طالب با شهر کندوز خیلی نزدیک است. مثلا در بندر خان‌آباد، بندر امام صاحب، منطقه خاکنی، پشت سر شفاخانه و این بخش هایی است که طالبا حضور دارند، یعنی که فاصله ایشان از شهر کندز 3 یا 4 کیلومتر بیشتر نیست و هر از گاهی بخواهند بالای نیروهای امنیتی در داخل شهر کندز حمله گروهی را انجام میتن و عملیات هایشان بالای نیروهای امنیتی ادامه داره و همچنان طالبا در کنار در شهر کندز در بهای صرفیه برق هم جمع آوری میکنن جا و از مردم همونجا مشکلات چنانی است که باید برای طالبان نان و غذا تهیه بکنن و این مشکلات های و همچنین در نبرده هایی که طالبان انجام میتن بیشتر حملات طالبان از خانه های مردم جا و جا میشن و بالای نیروهای امنیتی حمله میکنن که باز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه میشن و این مسئله باعث شده که به مردم ملکی خساره وارد شوه و مردم ملکی هم به سطو بیاین و از حکومت همواره خواست مردمی است که باید در نزدیکی های شهر جنگ صورت نگیره، اگر حکومت عملیات میکنه با یک اقدام بسابقه یا یک اقدام خوب بتانن که طالبان را از حومه های شهر کندز عقب برانن و از خانه های مردم به عنوان سنگر باید دو طرف استفاده نکنن. در ملکان خبر مکره ابراهیمی سب خلق بم دخپل و کرون نبیزایشی بی د بیزایشی وضعیت پر تړاو را سره معلومات شریکه چې د دوی ته سرپناه ورکول شوې ده، د خوراکي توکو سره څنګه کوي؟ بله، در جنگ هایی که در کندوز از مدت طولانی دوامدار در کندوز ادامه داره و طالبا تانستن که ولسوالی ها را بگیرن، البته بسیاری خانواده ها که از ولسوالی ها وارد شده بودن و کارمندان حکومتی نبودن، خانواده ها دوباره سر خانه و زندگیشان برگشتن و فعلا هم دوباره زیادی از اطراف شهر کندز فعلا در مکتب ظریفی سری دوره مستخر هستند که خانواده ها با مشکلات بهداشتی، با مشکلات نبود یا آشامیدنی، با مشکلات مواد غذایی و سرپناه در صنف های مکتب یا جابجا هستند که و همچنان خیمه در سن مکتب که هوا هم گرم است، وضعیت بجاشتگان هم خوب نیست. حکومت محلی کندوز هم همیشه داوری کرده که حکومت به تنهایی نمیتونه که تمام بجاشتگان و آسیب دیدگان جنگ پاسخدهی بکنه و نهادهای امدادرسان و کمکرسان که در کندوز حضور داشتن، برخی نهادها به دلیل گسترش جنگ و بیشتر شدن جنگ قندز ترک کردن، به مرکز کشور رفتن و یا هم به فعالیت های بشر دوستانه ایشان در قندز توقف دادن. اما حکومت محلی امروزه از بجاشدگان به گفته خودشان دیدن میکنن و مواد غذاهای پخته شده را برای بجاشدگان توزیع میکنن و ای به این پیمانه ای که بتانن که مواد های بیشتر و کمک های بیشتر به بجاشدگان برسانن، برای از او سرپناه و همچنان غذای دوامدار تهیه کنن. ای از به این اندازه وجود نداره کمک ها در ولایت کندز. حتما در خوراکی تو کبایی بم لوڑی شوی در ولایت های شمال شرقی در کل افزایش یافته و مشکلات مردم هم همین است که بزرگراه ها بسیاری وقت جنگ است و وسایط باربری و مردم رفت و آمدشان در بزرگراه ها کمتر صورت نگیره و دلیل از این در چند در یک ماه جنگ ابراهیمی سب لکه است پتخار که تقریبا یو بوجه اولد 8000-9000 افغانه تا رسیده لیدی، کندوز که بیت سنگه حساب ده؟ در تخار هم به او اندازه قیمت نشده، یک مدت قیمت شده بود، به های مواد اولیه قیمت شده بود که به
سه و چهار رسیده بود، نو و هشت نرسیده بود و کندوز و تخار فاصلهش یک ساعت فاصله است. اما نسبت به تخار کندوز بهای مواد اولیه نسبت به تخار ارزان تر است، چون اونجا بزرگ را نزدیک تر است و اونجا مواد خوراکی خوبتر میرسه. اما در تخار بسیار قیمتی به حد خود رسیده و فعلا راه های تخار به صورت مکمل بسته است. او در کم بندرونه چی دی؟ شیرخان بندر، امام صاحب، خان آباد، در اسم حال طالبان پل هست که دی؟ بله، در کندوز به شمول شش ولسوالی که از قبل وجود داشت کار که یا تو کار که کنه مالی وزارت خپل کارکون که را غوختی دی بیا پا دی بندرونه که چه جریان لری خاقل ابراهیمی؟ پس از ولسوالی ها صرف طالبا افتاد و طالبا از امو زمان تا هنوز بندر بند است. البته فعالیت هایش ادامه دارد. مقام های محلی کندز میگن که عواید بندر طالبا میگیرن و فعالیت بندر گاهگاهی شروع است و گاهی هم توقف است. اما عوایدی که از این بندر به دست میاد طالبا بیشتر سود خودشه طالبان برن و کارمندای حکومتی اصلا در بندر حضور ندارن و طالبا مردم بسیار گفتن که تشویق کردن که فعالیت های بازرگانیشان آغاز بکنن. ما در خدمت طالبا گفتن ما در خدمت هستیم و هیچ وقتی فعالیت های بازرگانی را توقف نمیتیم. اما بازرگان ها به او اندازه بالای طالبا اعتماد ندارن که فعالیت بازرگانیشان در ساحات زیر حاکمیت طالبا و همچنان گمرکات آغاز بکنن و این مسائل باعث شده که مواد خوراکی که از کالاهایی که از افغانستان و از طریق کندوز به کشورهای آسیای میانه از طریق تاجیکستان صادر میشد و همچنان موادهای غذایی و غیر غذایی و ساختمانی مانند سمیت و سیخ و یگپا که از تاجیکستان به افغانستان از طریق بندر شیرخان میامد، نسبت به گذشته همی واردات و صادرات کم شده در این بندر. سه او در جگرو لعمل با خونزی هم ترل شوی خاقل ابراهیمی؟ نه خیر، در نبردهایی که صورت گرفته در کندوز، مرکز کندوز و همچنان مرکز تخار طالقان مکاتب به دلیل از اینکه ساحات جنگی است و سنگر قرار گرفته هم طالبا و هم نهاد دولتی در مکاتب مرکزی، چون جنگ از ولسوالی ها به مرکز ولایت ها رسیده، به همه دلیل مکاتب که آزمون چهارم نماه فعلا شروع است به مرکز ولایات در ولسوالی ها فعلا آغاز آزمون چهارم نماه شروع است و مردم رفت و آمد میکنن و امتحانشان را سپری کرده لیسان دانش آموزا و مشکلی در این راستا وجود ندارد. تماس هایی را که من با ریاست معارف کندوز و همچنان تخار داشتم که روز گذشته که ششی اسد بود و امروز هم تا هنوز هیچ گزارشی از مسدود بودن این مکتب در ولسوالی ها که امتحان ها آغاز شده تا هنوز برشان نرسیده و امتحانات هم پسران و هم دختران ادامه دارد. ابراهیمی صاحب ستاسو د هر اړخیزو معلومات نه ډېره زیاته مننه چې د کندز په تړاو د لیدونکو سره شریک کړه. مننه.